سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک، از تهران با ما همراه هستند. آقای جوادی سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه. آقای رحمت الله، روزتون بخیر خدمت شما. بله، زنده باشید، ممنونم. جناب جوادی، به نظر شما فارغ از هر گونه مسائل سیاسی و اینکه بخواهیم دنبال مقصر در رابطه با وضعیتی که در یمن چندین سال است که اتفاق افتاده و باز هم در حال شدت گرفتن است، به لحاظ انسانی و با نگاه حقوق بشری چه فاجعه‌ای در یمن در حال رخ دادن است؟ بفرمایید. با توجه به اینکه واقعا یقینا وضعیت انسانی و اقتصادی در یمن بحران عبور کرده و با حملات اخیر انگلیس و آمریکا واقعا این وضعیت در حال تشدید، به صورتی که عربستان هیانیه‌ای داده و نگرانی کرده و خواهان خویشتنداری و کسی دیگه به مسائل شده. ببینید، یمن کشوری نبوده که در ابتدا فقیر باشه. یمن با توجه به حدود 23,800,000 نفر جمعیت، قطب بزرگ اقتصادی و کشاورزی و دارای باغ‌های، وضعیت فعلی یمن ناشی از جنگی که به هر حال ابتدا داخلی و بعد میل کرد اضافه شد، خاطرنشان کنم که به عربستان خوشبخت معروف بوده. اما فاجعه الان در وضعیت بسیار قابل توجه هست که انشالله امیدواریم با پیشرفت اوضاع بهتر بشه. بله، با توجه به کاهش کمک های بین المللی و از طرفی وضعیت وخیم مردم یمن، چه راهکاری را برای برون رفت از شرایط پیچیده مردم یمن پیشنهاد می کنید؟ متوقف شدن واقعا لازم هست و ورود اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس، سازمان ملل متحد، علل خصوص شورای امنیت، با توجه به اینکه شاید کمتر امیدی بهش باشه، کشورهای دیگه، تلاش‌های بین‌المللی، سازمان‌های امدادرسان و حقوق بشری بین‌المللی که مجبور کنن طرفین رو برای آتش‌بس فوری و اینکه رسیدگی رو فوری آغاز کنن. ببینید، یمن در وضعیتی هستن که چیز زیادی برای از دست دادن ندارن. احتمال شدن جنگ به کشورهای دیگه های جبران ناپذیر و سنگین تر شدن هزینه ها هست. بنابراین بسیج عذرخواهی میکنم، ببخشید، بسیج کشورها برای ارسال کمک های فوری و انسان دوستانه لازم و ضروری است که باید بهش توجه کنیم. بله، در صورت تداوم وضعیت موجود و ادامه درگیری ها در یمن، آینده مردم این کشور را چگونه میبینید؟ بسیار نگران کننده، فاجعه بسیار توجه به این که دنیا بعد از دچار قضا شدن و افزایش قیمت ها، عدم رونق اقتصادی در یمن باعث شده که این فاجعه بزرگتر باشه. فاجعه مرگ دست جمعی کودکان و فقرا که در اثر این جنگ و گرسنگی هایی که به وجود اومده واقعا اسفباری رو بله جلوی روی ملت قرار داده، به صورتی که از جمعیت حدود 70% در خطر جدی مرگ و اثرات ممنونم سوء تغذیه و گرسنگی قرار داده. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک، از تهران با ما همراه بودند.